اما همچنان مربوط به ایران و آمریکا، 8 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای از دولت بایدن خواستن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی رو به طور کامل اعمال کنه. اونها اشاره کردند که تعداد کشتی‌های مخفی جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت از 60 فروند در سال 2021 به 338 کشتی رسیده. بر اساس این نامه، از زمان روی کار اومدن دولت بایدن فقط چین 47 میلیارد دلار نفت از ایران خریده. همزمان سه مقام سابق دولت آمریکا به رویترز گفتند تصمیم عراق برای پرداخت بدهی خرید گاز از ایران با تحویل نفت خام نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و نیاز به صدور مجوز معافیت از طرف واشنگتن داره. نخست وزیر عراق اخیراً گفته بود ایران با اثرگیری صادرات گاز به عراق در ازای دریافت نفت خام موافقت کرده. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم با ما همراه شده. آقای مدرس، اینکه صادرات نفتی ایران به این شکل پس از دولت دونالد ترامپ افزایش پیدا کرده، دلیلش اینه که بایدن تحریم ها رو اعمال نمی کنه، که حالا این سناتور هم درخواست دادن که اعمال کنه، یا نه با مرور زمان راهش رو پیدا کرده که چطور تحریم ها رو دور بزنه؟ به نظر می رسه که ما با یک ترکیب مواجه هستیم در اینجا، به این معنی که هم دولت بایدن یک به نظر میشه گفت مماشات بسیار منفعلانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی پیش گرفته، و هم شما وقتی که نگاه میکنید که این ناوگان دریایی ایران، جمهوری اسلامی که داره دست به قاچاق سوخت، قاچاق نفت و محصولات پتروشیمی میزنه، وقتی که از سال 2021 از 60 به نوعی میشه گفت از 60 کشتی اومده رسیده به 338 کشتی، یعنی چیزی تقریبا در حدود 6 برابر شده، نشون دهنده این هست که به نوعی خب جمهوری اسلامی هم راههای دور زدن تحریم ها رو یاد گرفته و از این فرصت استفاده میکنه. اما تمام اینها بخش هایی هستن از این سیاست غیر عقلانی جمهوری اسلامی در زمینه سیاست خارجی که در بخش های مختلف از روسیه تا چین تا آذربایجان تا افغانستان و در این مورد در قبال خصوصا کشور عراق داره این مشکلات رو به وجود میاره. بحثی که پیش میاد اینه که 8 سناتور جمهوری خواه درخواست این رو داشتن که بایدن به دقت تمامی این تحریم ها رو بیاد اعمال کنه علیه جمهوری اسلامی، خصوصا روی افراد و شرکت های چینی، از اونجایی که ذکر شده که از ابتدای دولت بایدن تا کنون چیزی در حدود 47 میلیارد دلار ظاهرا جمهوری اسلامی فروش نفت داشته به چین. این رقم بسیار بالایی هست، در عین اینکه در داخل برای پروپاگاندا از این استفاده میکنن که ما به توانایی دور زدن تحریم ها دست پیدا کردیم. شما باید این رو در نظر بگیرید که چقدر وضع اقتصاد کشور میتونه فلاکت بار باشه و به چه مرحله رسیده باشه که حتی این درآمدها هم نمیتونن کمکی کنن، و عملا هم نیروهای نیابتی و هم مردم به نوعی میشه گفت دارن در یک نبود بودجه و نبود پول میگذرونن و سر میکنن. اما اتفاق دیگری که میفته، جمهوری اسلامی ظاهرا داره سعی میکنه از طریق عراق فشار بیاره بر ایالات متحده برای اینکه به نوعی امتیازات بیشتری رو از اونها بگیره در قالب این توافقنامه جانبی که دارن در کنار حالا در عدم وجود برجام دارن اون رو امضا میکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی اومده بابت اون چیزی در حدود 10 میلیارد دلار طلبی که داره از عراق اومده عملا تمام صادرات گاز به عراق رو قطع کرده در فصلی که دمای هوا چیزی در حدود 50 درجه است. الان مردم عراق به نوعی میشه گفت بدون برق موندن، بدون گاز موندن، مشکلات زیادی رو داره ایجاد میکنه. در بعد داخلی همین امروز بود که هادی الامری فرمانده گروه بد برگشته بود گفته بود که ما باید خودمون رو از یوغ بردگی ایالات متحده نجات بدیم، در صورتی که خب دارن جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنن در پارلمان عراق. آقای سودانی تا این لحظه هیچ راه حل قطعی نداشته، اما واقعی که میفته این هستش که به نظر میرسه ایالات متحده طبق گفته‌های خود آقای جیک سالیوان و گزارشی که وایس استریت جورنال داشت، سعی میکنه که عراق رو به این سمت پیش ببره که بخواد از نظر انرژی به یک استقلال برسه، کما اینکه یک قراردادی هم با شرکت توتال به ارزش 27 میلیارد دلار امضا کردن که داره سعی میکنه به نوع عراق رو به یک استقلال انرژی برسونه برای اینکه وابستگیش به جمهوری اسلامی کاهش پیدا کنه و از همین راه فشار بر روی ایالات متحده کاهش پیدا کنه. شاهین مدرس، سرگرم مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم، ممنونم از شما.